آقای اتمر تشکر از وقت شما. سلامت باشید میربان. میخوایم در آغاز اگر یک کمی درباره تحلیل از وضعیت کنونی شما برای دوستا که تحلیل شما چی هست و اوضاع را چگونه میبینین حالا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه من هم من حیث یک شهروند عادی از این کشور راجع به آینده نگران هستم. نگرانی های خود همه ما داریم، مخصوصا به علت که جنگ شدت پیدا میکنم. روند صلح به نحو کارزو برده میشد، تا کنون نتیجه دلخواه به بار ناورده. در مورد آینده افغانستان با وجود ازی که موافقت نامی همکاری های استراتژیک یک مقدار اطمینان ملت حاصل کرد، ولی در عین حال موافقت نامه هم مشکلات را داره که تا هنوز در مورد آینده کشور ما مخصوصا بعد از سال 2014 اطمینان کامل خاطر ملت ما را حاصل نکردم. در عین زمان مناسبات رهبری سیاسی و دولتی کشور ما با جامعه بین المللی طبعا دچار مشکلات شدم. همسایه های ما متاسفانه مثل سابق برنامه سیاسی خود دنبال میکنن که متاسفانه در اکثر موارد منافع ملیشان با منافع ملی ما همخوانی نداره. بنان در کل ما فاکتورایی را داریم که آینده کشور ما را متاسفانه با مشکلات جدی روبرو ساخته، مگر ای که رهبری درسته در دو سال آینده صورت بگیرم. آقای اتمر، با توجه به نگرانی هایی که شما را مطرح کردین، بیشتر چی فکر میکنین؟ در افغانستان دو طرف است، یکی طرف خود افغانستان است و طرف دیگر جامعه جهانی. بنابر تشخیصی که شما از اوضاع دارین، بیشتر در خراب شدن از این وضعیت که شما هم از اون نگران هستین، کی رو میتونیم مقصر بدانیم؟ ای کاش تنها دو طرف می بود. ما طرف دیگی هم است که در این معامله دخیل استن، نه تنها کشورهای همسایه و کشورهای پرقدرت منطقه، بلکه در این زمان سازمانهای منطقوی و بین المللی تروریستی هم در این روان شامل هستن. به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نیست که یک طرف ملامت کنیم و بگوییم که خب یک طرف نتانست که تعهدات خود انجام بده یا آنچه را که از او طرف توقع بود انجام بده، بنان در خرابی وضع همو طرف ملامتی اصلی را داره. حقیقت عملی است همه اونایی که نحو داشتن در افغانستان مستقل با ثبات و افغانستان که در او حاکمیت قانون تامین شده، متاسفانه همشان قسمت از ملامتی را به عهده دارن. بله، شما در صحبتتون گفتین آقای اتمر که از سند همکاری های راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا نام بردین و هم به مشکلات اشاره کردین. به باور شما چه مشکلاتی در این سند وجود داره و آنچه تا به کنون در برابر از این سند دیده میشه، کشورهای همسایه به ویژه ایران یک موقف خیلی بسیار واضحه که او رو به ضد منافع کشور خودش میبینه گرفته در رابطه به این سند، دیدگاه شما در این باره چی است؟ مشکل را که ما با این سند میبینیم، با وجود از این که رسما از امضای از این سند ما استقبال کردیم و فکر میکنیم در اکثر موارد یکی از بهترین از اسناد و موافقتنامه های بین المللی است که افغانستان تا فعلا امضا کردم، اما به همه حال یک مشکل عمده در این سند وجود دارد و او ای است که حضور نظامی جامعه بین المللی بعد از سال 2014 مشخص نشده. اطمینان کامل وجود نداره که آیا چنین حضور وجود خود داشت یا نخود داشت، چون این مکول کردن به امضای یک موافقت نامه دو جانبی امنیتی. ولی در عین زمان این موافقت نامه برای مسائل دفاعی کشور و امنیتی کشور تعهدات بسیار عمده را از هر دو طرف تسجیل کردم. یکی از موارد عمده از این تعهدات ای است که مبارزه با القاعده و متحدینش ادامه پیدا میکنه، تجهیز، تعلیم و تربیه و تمویل نیروهای مسلح افغانستان طبعا دنبال میشم، و سومی که اگر احیانا
یک تهدید خارجی افغانستان تهدید بکنه، دولت امریکا و دولت افغانستان تمام منابع خود به کار میگیرن به شمول قوتهای نظامی خود تا او تهدید رفع بکنن. یکی از این موارد هم نمیتونه انجام شود مگر ای که نیروهای نظامی آیساف و ناتو بعد از سال 2014 به هر تعدادی که هست در کشور حضور داشته باشه. یکی از اینا ممکن نیست که انجام شود، ولی در حال که موافقتنامه در این مورد صراحت نداره و ایر مکول میکنه به موافقتنامه دومی، بناهن شما نمیتونین یک موافقتنامه را داشته باشین که او تعهدات را انجام بده ولی او تعهدات مشروط باشه به یک موافقتنامه بعدی. به این صورت فکر میکنین هدف بله هدف ایالات متحده آمریکا از این کار چی بوده که ایرا بردن به طرف از اینکه او را به یک موافقتنامه دیگه دو جانبه مکول ساختند از نظر شما؟ من فکر میکنم این خواست تا حد زیاد دولت افغانستان بود تا دولت آمریکا. طبعا یکی از موارد هست که دولت افغانستان باید به مردم توضیح بده چرا اینا ترجیح دادن در این مرحله این مسئله را نهایی نسازن و ایره محکول کنن به یک سال دیگه. طبعا این توضیحات را کار داره که دولت باید این مورد با مشفافیت لازم سیاسی برخورد کنن. بله آقایت بر برخی از واکنش ها در برابر از این سند همکاری های استراتژیک خیلی تون بود، مثلا ایران او را خلاف منافع ملی کشور خودش میدونه. چطور میتونه افغانستان کشورها را مطمئن بسازه و چه کارهایی باید صورت بگیره تا کشورهای همسایه آرام شوند؟ من فکر نمی کنم که نگرانی های کشورهای همسایه ما بسیار معقول باشه در این مورد. باز هم ضروری است برای از اونا که موافقتنامه را بار دیگه بخوانند و ببینند که در واقع موافقتنامه حالت فعلی موجودیت نیروهای نظامی را قانونمند ساخته به نحوی که هم دولت آمریکا و هم دولت افغانستان تعهد میکنه که از خاک افغانستان علیه هیچ همسایی تهدیدی وجود نخواهد داشت و حمله صورت نخواهد گرفت. این اولین بار است که چنین تعهد صورت میگیره و او هم بین دو کشور. در واقع باید این خاطر جمعی را بر همسایه ما فراهم می ساخت. دومی که دولت امریکا خود متحد می سازه به این که بتانه مناسبات بین افغانستان و همسایهش خوبتر بسازه و به او تعهدات سیاسی را انجام داده، اقتصادی را و در این زمان مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته که همش در موافقتنامه به صورت واضح توضیح شده. بناهن مشکل است بر ما درک بکنیم که چی چیز باعث تهدید جدید بر همسایه ما میشه به علت امضای موافقتنامه. آقای اتمار، آیا فکر میکنین ایالات متحده آمریکا و همچنان در مجموع در کل جامعه جهانی اهداف پوشیدی در افغانستان داشته باشند؟ در مورد ایالات متحده آمریکا، اونا در رابطه با اهداف خود همیشه واضح سخن گفتن. هدف اول از اینا ای است که از افغانستان و یا از این منطقه القاعده و متحدینش نباید باز قادر باشند تا حملات را علیه امریکا و متحدینش انجام بده. یعنی افغانستان نباید به پناهگاه القاعده و متحدینش تبدیل شد. این هدف اول از اینا. هدف دوم که امریکایی‌ها در مورد از او باز هم صراحت لهجه داشتن، موضوع امنیت اسلحه ذروی پاکستان است که همیشه روی ازی تاکید کردن که اینا نمیخواین که این اسلحه به دست نیروها و یا گروه‌های غیر مسئول بفته. بناهن به علت این دو هدف امریکا ترجیح داده در افغانستان دخیل در قضیه باشه و به او خاطر قربانی های بیشمار را متقبل شده، هم از بابت زندگی عساکرشان و هم از بابت اقتصادی. درست در امیجه هست که منفعت ما، منفعت ملی ما با امریکای ها مطابقت پیدا میکنه. بله، پس آقای اتمر، بنابرای گفته های شما وقتی که امریکا از سلاح ذروی پاکستان نگران است، پاکستان هم حق داره نگرانی در مورد حضور امریکا در افغانستان داشته باشه؟ مطلقاً. اما مسئله ای است که
اگر این حالت موجود دوام بکنه، طبعا افغانستان از حالت موجود ناراضی است و به همیشه ادعای افغانستان در این مورد واضح بوده که ادامه جنگ نه تنها به نفع افغانستان نیست، بلکه به نفع همسایه ها هم نیست. بنان اگر همسایه های ما آرزوی زیره دارن که نگرانی های خود نداشته باشن به علت حضور نظامی قوت های بین المللی در کشور، بنان باید در جهت تامین صلح در کشور کوشش بکنند. این تقاضای دولت افغانستان و مردم افغانستان بوده، به اونو گفته شده که اگر شما طرفدار از این نیستین که ساکر امریکایی و یا ناتو در افغانستان باشه، شما دو همسایه محترم باید ما را در تامین صلح کمک بکنین. در آخرین تحلیل پناهگاه‌های سازمان‌های مخالف و تروریستی علیه کشور ما در خاک ما نیست، بیرون از خاک ماست. در صورت که کشور آرزو داشته باشه پناهگاه تروریست ها را علیه همسایه خود در خاک خود جا بده و در این زمان از همسایه خود تقاضا بکنه که شما نیروهای بین المللی را که کمک میکنه در دفاع از وطن شما او را جای ندین، این یک تقاضای نامعقول و غیر منصفانه است. ښاغلی اتمر، یو بله مسله چې غواړم ستاسو نه وپوښتم، هغه د طالبانو سره د خبرو اترو بهیر دی. ستاسو خپل شخصي نظر او بیا د حق و عدالت د ګوند نظر په مجموع کې د طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې څه دی؟ البته زما او د ګوند موقف یو دی، همغه یو موقف مو نیولی دی. موږ د ټولو افغاني خواوو سره چې په دې جګړې کې دخیل دي هیله لرو چې صلح ته غاړه کښېږدئ او په صداقت سره او زموږ د مقدس دین د احکامو سره سم د صلح د تامین دپاره کوشش وکړي. اوس نو ځینې هغسې دلایل دي زموږ د مخالفینو سره چې هغه به مشروعیت ولري، دوی شکایات لري، دوی په ځینې مواردو کې مخصوصا د حکومت سه شکایت لري، په داسې مواردو کې باید زمینه ورته برابره سي چې دا د دوی شکایت برطرف سي. د بلې خوا دوی و جنگ ته هم مجبوره کړل سوي دي، په دوی باندې فشار دی. اکثر دا د چا لخوا فشار دی ښاغلی اتمر؟ معمولا هغه خبرې چې د دوی سره سوي دي د پاکستان د حکومت د خوا سه، متاسفانه د نظامی کړیو سه دا فشار په دوی باندې. دوی وایي چې که موږ صلح ته غاړه کښېږدو یا بندي کېږو او یا هم لکه د دوی ځینې هغه رهبران چې وو چې وژل سوي دي، وایي دغې حالت سره مخامخ کېږو. مثلا که تاسې د معتصم آغاجان خبرې واورئ، طبعا په دې هکله تاسې څېړنې کړې دي. زما منظور په دې کې دا وایي چې هغه غوښتنې چې مشروع دي پر هغه باندې باید اقدام وسي، ولې په عین زمان کې دا شرط موږ هم لرو چې زموږ د خلکو د بېګناه خلکو وژل هر څوک چې دی او په هر نوم چې دی دا یو غیر اسلامي، غیر افغاني، غیر انساني کار دی، دا باید ودرول سي. دویم، دا صلح باید یو عادلانه صلح وي، یعنی د قانون پر بنسټ باندې یو صلح وي، هغسې صلح چې د افغانستان خلک ټوله پر خوشحاله وي. داسې صلح نه چې یو شمېر د افغانستان خلک پر خوشحاله وي او یو شمېر نه وي. بینه د دغې کار دپاره زموږ ږغ هم پر حکومت باندې، هم پر مخالفین او هم زموږ پر ګاونډیو باندې دا دی چې د ټولو د ګټو په خاطر باید دا صلح په افغانستان کې تامین سي او په صداقت سره. ستاسو خبرو که داسې نتیجه واخلو چې تاسو په دې باور یاستئ چې پاکستان حکومت طالبان د خپلو اهدافو دپاره په افغانستان کې کاروي؟ په دې کې هېڅ شک نشته. موږ همیشه د خپلو پاکستاني دوستانو سره په دې هکله کله چې زه په حکومت کې وم حتی خبرې مو کړې وې چې راځئ چې ورونو په یوې مسئلې باندې وضاحت ولرو. دا خبره موږ نه منو چې زموږ مخالفین، مسله مخالفین او تروریستان ستاسو په خاوره کې نه دي. دا خبره موږ نه منو چې تاسې وایاست چې د دوی سره کومک نه کوئ. دا نو اوس
یو شه پیل د دې کار نه دی چې تاسو انکار وکړئ چې دا کار ممکن نه دی، د دې انکار وړ خبره نور نه ده. مونږه کومې خبرې ته چې موږ غلي چې در سره پر وژغیږو، هغه دا ده چې تاسو غواړئ څه، کوم د سی ستونزه ستا په افغانستان کې چې په هغه هکله تاسو تشویش لرئ او تاسو د نامشروع وسایلو څخه زموږ د خلکو په ضد باندې استفاده کوئ. وینم دغسې یو صادقانه خبرې متاسفانه تر اوسه د پاکستان او د افغانستان تر منځ نه دي سوي. په دې کې زه یوازې افغانستان نه ملامتوم، د پاکستان خو هم ملامتوم. اوس وخت د دې رارسېدلی دی چې موږ د یو بل ملامتي پرېږدو او په صداقت سره په خبرو کې ګډون وکړو. هم دا خبره پاکستانیانو دپاره ده او هم د افغانانو دپاره. ښاغلی اتمر، آیا تاسو طالبان یوه ترهګریزه ډله بولئ؟ په دې کې هېڅ شک نشته، هغه څوک چې زموږ خلک وژني، هغه څوک چې زموږ مکتبونه سوځي، هغه خلک چې زموږ بېګناه علما کرام وژني، لکه چې نن ارسلان رحماني صاحب په شهادت ورسوي، دا تروریستان دي، دا د دې خلکو دښمنان دي. هغه څوک چې صلح غواړي او مجبوره کړی سوی دی چې و جنگ تلاس و وحی، ده هوی ده پاره باید ده سلح پورگرام غیر خلاصی. بل ایک اغلی اتمر، طالبان دیر پرداخت سر وحی چه دوی جگره لامل اصلی پا افغانستان که بارنیز وکونه دی، کچیر ده بارنیز وکونه ده افغانستان سخوزی ده جگره بی ختمه ده. نو آیا ده خاص طالبان و افغان حکومت ده پوره کولی شیست از خونه زن؟ د افغان حکومت او د افغانستان خلکو له پخوا په دې هکله تصمیم نیولی دی. موږ نه غواړو چې بهرني قوتونه دلته د ابد لپاره واوسي. موږ د بهرني قوتو صحیله مدا وه چې دا زموږ قوتونه اول تجهیز و تسلیح او تمویل کړي، او دویم دا چې تر هغه وخته پورې چې زموږ قوتونه په پښو درېږي، ما ته مخه عرض وکړئ چې موږ یوازې د افغان مخالفینو سره مخامخ نه یو، موږ د نورو مخالفو قوتو سره هم مخامخ یو. تر هغه وخته پورې به دا بین المللي قواوې د افغانستان د ملي قواوو سره مرسته کوي. اوس نو که چیرې په دې کې دا د حکومت استدلال موږ پوره منو، که چیرې مخالفین غواړي چې بین المللي قواوې د افغانستان سره ولاړې شي، دوی باید سولې په پروګرام کې شامل شي، په دې شرط چې د یوې خوا زموږ اساسي قانون ومنل سي او زموږ د اتباعو حقوق، او د بلې خوا سره د دوی مشروع خواستې او غوښتنې هم پر ځای سي. آقای اتمر، مسلې دیگه که میخوایم دربارهش صحبت بکنیم دیدگاه های حزب حق و عدالت است. شما به تازگی ها خواستار یک رشته تغییراتی در سیستم انتخاباتی یا در نظام انتخاباتی افغانستان شدین. چطور ممکن هست که امی خواسته هایتان را به کرسی بشونید؟ ما در 13 بخش پیشنهادات را خدمت نه تنها کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، بلکه در این زمان شورای ملی حکومت ما و سایر اعضا به محترم سیاسی کشور با اضافه جامعه مدنی. در او آرزوی اول ما ای بود که یک روند مشورتی ملی تنظیم شود. نظام انتخاباتی کشور مشکلات فراوانه دارد. مشکلات در رابطه با چارچوب قوانین تا مسئله اداری انتخابات، نظارت بر انتخابات و تمام نهادهای مدیریتی انتخابات، روش و سیستم انتخابات. بر حل از این مشکلات ما ضرورت به یک اجماع ملی داریم، به یک تفاهم ملی داریم که همه ما موافقه کنیم روی این مسئله. چگونه میشه به تفاهم ملی برسیم در رابطه با نظام انتخاباتی کشور؟ روندی را که ما پیشنهاد کردیم و در او گفتیم که تحت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای زیربط دولتی، شورای محترم ملی ما، ستر محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و تمام احزاب سیاسی کشور و نماینده جامعه مدنی باید این روند اشتراک کنه. این روند باید شفاف و مؤثر باشه. تمامی مشکلات را که ما به او اشاره کردیم یا دیگرها به او اشاره کردن، اینا باید روی میز گذاشته شوند
و روی هر یک از این صحبت شوه با توجه به منافع ملی ما و با توجه به حقوق و آزادی های انتخاباتی ما باید بهترین راه انتخاب شد. بله. آیا شما بحث سیاسی دیگه هم وقت ما گفتگوها و صحبت های دیگه رابطه داشتیم؟ بله. اولین قدم در این مورد ائتلاف ملی افغانستان برداشته بود و اونا یک طرح را تدوین کرده بودند. ما ازشان سپاسگزار هستم، این طرح را به اختیار همه ما گذاشتند. تعهد ما این بود که ما طرح خود تدوین کرده و او را هم به اختیار از اونا میگذاریم. بنان یک اساس بر یک بحث ملی را حداقل امی دو جریان سیاسی به میان آورده. یقینا آرزوی ما ای است که جریانات دیگه سیاسی محترم هم باید عین بحث مطرح بکنن، ولی سوال عمده در این هست که ما از حکومت ما ای تقاضا را داریم که در تعهدات خود مبنی بر اصلاحات در نظام انتخابات کشور صادقانه استفاده شود. تا فعلا متاسفانه با وجود از اینکه در مورد نظام انتخابات کشور در کنفرانس کابل تعهدات به وسیله حکومت صورت گرفت و مو تعهدات باز تجدید کردن در کنفرانس بن، ولی تا هنوز هیچ روند مشورتی و یا هیچ برنامه جامعی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور وجود نداره. بنان تقاضای ما ای است که به خاطر منافع ملی کشور ما حکومت و نهادهای انتخاباتی جمع احزاب سیاسی مجبور و مکلف هستند تا روی یک برنامه جامع ملی موافقه کنند و در نظام انتخابات اصلاحات ضروری را به میان بیارند. درست. آقای اتمار، یعنی از دیدگاه شما نظام انتخاباتی کشور مشکلات زیادی را دارد، باورتان امی هست؟ بسیار. بله. یک سوال امید و پیدا میشه. آقای اتمار، شما 10 سال در نظام همکار بودین با رئیس جمهور کرزی و در انتخابات گذشته هم ریاست جمهوری شما وزیر امور داخله بودین که بیشتر مسائل امنیتی انتخابات با شما ربط داشت، امنیتش و اینا. در اون زمان گاهی صدایتان رو بلند نکردین؟ چرا؟ این منصفانه نیست که صدای خود بلند نکردیم. حقیقت موضوع این هست که شکل صدای ما فرق داشت. در اون زمان هم در داخل حکومت و در تمام مباحثی که روی مسئله نظام انتخابات کشور بوده ما صدای خود بلند کردیم، اما نه من حیث یک حزب، چون من به کدام حزب تعلق نداشتم، من حیث یک فرد، من حیث کسی که در اون نظام مکلفیت هایی را داشتم. منطق قوت صدای ما طبعا با قوت صدای سایر نهادها فرق داشت. تا یک اندازه تانستیم در مسائل نظام انتخابات اصلاحات را به میان بیاریم، ولی به هیچ وجه اصلاحات استراتژیک نبود. اصلاحات نبود که بتانه این نظام در برابر فساد، تقلب و نقض حقوق محافظت کند. باقیت مار، یک اتهامی که با شما زده میشه در روند انتخابات رئیس جمهوری گذاشته، حتی حرف های مطرح میشد در رابطه با این که شما بیشتر از دیدگاه های نظام حمایت میکردین تا این که با مشکلاتی که در سیستم انتخاباتی کشور یا در نظام انتخاباتی وجود داشت اشاره بکنین. حتی در موردی هم گفته شد که شما مخالف تظاهرات بودین، در تظاهراتی را که به خاطر مشکلاتی که در انتخابات گذاشته وجود داشت. باز هم عرض میکنم که منصفانه نیست. اگر لطف بکنین تمام مصاحبه ها و کنفرانس های مطبوعاتی و اعلامیه های مطبوعاتی را که در حدود 1.5 سال وقتی که من مسئولیت وزارت داخله را داشتم او را ثبت شده، اونا را ملاحظه بفرمایین، هیچ وقت از طرف ما مخالفت با تظاهرات قانونی نشده، بلکه برعکس، ما از تظاهرات قانونی که حق مردم افغانستان بود استقبال کردیم. در یگانه مواردی که ما مخالفت خود نشان دادیم خشونت و تظاهرات غیر قانونی که باعث خشونت و برهم زدن نظم عام شده باشه. در اون مورد من حیث شخص مسئول بر تامین نظم عام و امنیت شهروندان کشور با
مکلفیت ما ای بود تا به هر شهروند خود این مسئله را تفهیم کنیم که تظاهرات، اعتراضات حق قانونی شماست، ولی به هیچ وجه دست به خشونت نزنید و نظم عام را بر هم نزنید. ایده یقین دارم هر وزیر داخلی که بر اساس قانون عمل میکنه چون این کار را انجام خواهد داد. بله، ولی شما باورتان امی هست آقای اتمر که مردمانی که در زمان صدای خود را بلند کرده بودند برای مشکلاتی که در نظام انتخاباتی وجود داشت صدایشان بر حق بوده؟ نه، در همه موارد. در بعضی موارد صدای بر حق داشتن، ولی نه در همه موارد. من میخوام من حیث یک داور در اینجا عمل بکنم، ولی تا جایی که از طرز عمل کرده هر یک از این نیروهای سیاسی ما آگاهی داشتیم، هر یک مشکلات خود داشت. آقای اتمر، اگر تغییراتی را که شما یا طرحی را که شما به خاطر آوردن تغییر در سیستم انتخاباتی کشور عملی نشود، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد؟ حزب ما در دو مورد تصمیم خود از قبل اتخاذ کرده، یکی که در انتخابات اشتراک میکنه و اشتراک فعال میکنه، و دومی که به خاطر اصلاحات در نظام انتخابات از تمام تلاشهای خود استفاده خواهد کرد. ما آرزوی زیره داریم که تمام نیروهای سیاسی کشور و دولت افغانستان از اصلاحات در نظام انتخابات و از اصلاحات در تمام نظام حکومتداری ما حمایت کنند. یقین داریم به این نتیجه خداوند ما را میرسانند. اگر احیانا در حالت قرار گرفتیم که اصلاحات به میان نبیاید و تضمین بر محافظت حقوق و آزادی های انتخاباتی هموطنان ما وجود نداشته باشه، این زمانی هست که باید تصمیم لازمی را در زمان میگیریم. بله، انتخابات 2014 آیا شما نامزد حزب حق و عدالت برای احراز پست رئیس جمهوری خواهید بود؟ چند روزی پیش همین مسئله را من یک بار دیگه هم واضح ساختم که حزب حق و عدالت تصمیم داره که برنامه را، کاندید را و یک تیم را در انتخابات آینده معرفی بکنم. ولی بر اساس اساسنامه حزب حق و عدالت یک روند مشورتی دموکراتیک باید در داخل خود حزب تنظیم شود تا از او طریق بهترین کاندید و بهترین اعضای تیم تشخیص شود و او باید مشروعیت نظر اعضای حزب داشته باشد. این مسئله مربوط به او زمان است. اینم در او زمان کاندید کی است؟ این پیشداوری نمیشه. یقین دارم که سیستم حزبی در این مورد کاندیدی را پیدا میکنه که بیشترین چانس گرفتن رای داشته باشه. و چی فکر میکنین آقای اتمر؟ یعنی او شما نیستین؟ به هیچ وجه نمیخوایم یه داره بکنم که من شاید کاندید بهتر نسبت به دیگرها باشم. نام خدا در حزب حق و عدالت شخصیت های نهایت شریف، نجیب و با صلاحیت بسیار عالی علمی و تجربوی تشریف دارن. یقین دارم کاندیدای دیگی هم در روج آرزوی زیر خود داشتن که نامزد حزب باشن. بنان به هیچ وجه پیشداوری نمی کنم. هر کسی که از نام حزب از او روند دموکراتیک نامزد شوه، او رأی شخص خود مرا خواهد. آیا امکان از این وجود دارد که حزب حق عدالت در انتخابات آینده با اپوزیسیون یا با اطراف های دیگی که وجود دارن، احزاب دیگی که وجود دارن، کدام اتحاد فراتر و بزرگتری را تشکیل بدن؟ بر اساس مرام ما سخت طرفدار اتحاد استراتژیک به خاطر منافع ملی کشور خود هستیم. نه تنها با متحدین بین المللی، بلکه البته با متحدین بین المللی و باید تنها در سطح دولتی انجام شما، بلکه با نیروهای سیاسی در کشور خود. ما طرفدار اتحاد و اتفاق هستیم، ولی مشروط و برنامه که به نفع ملت باشه. شرط اساسی ما منفعت ملت، حق ملت، آرزوهای ملت است. با هر کی در این عرصه با نیروهای سیاسی کشور خود
همخوانی بیشتر داشته باشین، طبعا طرفدار اتحاد و اتفاق می باشیم. بله. آیا در اتحاد و اتفاق فکر می کنین که امکان از یه هم هست که با رئیس جمهور کرزی و با گروپی که اونا تشکیل بودن با اونا هم همکاری خواهید کرد؟ اجالتا جناب رئیس جمهور فرمایش دارن که اونا اول کاندید نخواد بودن، چون بر اساس قانون اینا حق دور سوم ندارن، و دوم ای که بارها فرمودن که اینا طرفدار انتخابات آزاد و عادلانه می باشند. بنان امیدوار استم که جناب رئیس جمهور و معاونین محترمشان بی‌طرفی خود در انتخابات آینده حفظ بکنن. به این عنوان درست از قانون برشان یه حق داده که از کاندید حمایت بکنن و یا شاید هم از کاندید در برابر کاندید مخالفت کنن، این حق قانون برشان داده، اما من حیث یک میراث مهم دموکراتیک و میراث تاریخی سیاسی، شاید رهبری فعلی کشور ما در یک حالت بهتر و به مراتب خوبتر باشه که بی‌طرفی خود حفظ بکنه، تا یک پیام صریح به مردم افغانستان ارائه شوه که انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود. آقای اتمر، برمیگردیم به زمان کار شما، 10 سالی که شما با تیم رئیس جمهور کرزی همکاری داشتین. میخواییم سر از علت و انگیزه های اصلی استعفایتان یک کمی گپ بزنیم. حرف های متفاوتی در رسانه ها پخش شد. دیدگاه مشخص شما چی است؟ آیا امو ناکامی شما در جلوگیری در کار حمله بر روند لوی جرگه بود، یا کدام اختلافات دیگه هم با رئیس جمهور پیدا کرده بودی؟ هر دوش یک اندازه صدق میکرد. اول در او زمان یک حادثه شد، متاسفانه با وجود از این که جلو 3 حادثه دیگه گرفته شد، اما یک حادثه تروریستی که در او زمان پلیس قادر به تشخیصش نبود صورت گرفت، چون تروریستا در لباس زنانه به او محل آمدن و پلیس نتانست تشخیص کنه. طبعا در او زمان مسئولیت من به عهده گرفتم، با وجود از این که وظیفه وزیری نیست که در مستقیما در مسائل تاکتیکی و عملیاتی شامل باشم، قماندانان و جنرالای پلیس شامل بودن، ولی من حیث شخص اول اداره مسئولیت به عهده گرفتم. چیزی که باعث ناراحتی ما شد در اون زمان طرز قضاوت بود، طرز قضاوت در رابطه با او حادثه، با او من موافق نبودم. دو مسئله عمده در او بود که به هیچ وجه من نمیتونستم او را قبول بکنم. مسئله اولی که ای عدم تعهد پلیس افغانستان نشان میده، و این صادقانه یک مسئله نبود که یک وزیر داخله بتونه او را قبول کنه، چون او میدید که شب و روز پلیس ملیش در خدمت ملت خود. این طرز قضاوت یک تعداد مردم داشت و رئیس جمهور هم همین گونه قضاوت میکرد. به هر صورت رئیس جمهور در اون زمان از یک مسئله ناراضی بود، و او این بود که چرا جلو از این گرفته نشد، آیا دستای خارجی در این شامل است، و آیا نهادهای امنیتی کشور تمام او اقدامات لازمی را که باید انجام میدادن انجام داده بودن و امثال هم. در این زمان ما طرز یک تفاوت جدی را در طرز دید خود به این حادثه داشتیم، و چون رئیس جمهور در اون زمان قانع نبود به توضیحات من یگانه رایی را که داشتم که از پلیس و از اجراءات پلیس دفاع بکنم استعفا بود. بدان استعفا را در مطابقت با قانون انجام دادم. مسئله دوم طبعا تفاوت در دید ما در رابطه با مسائل عمدی ملی هم وجود داشت، در این جای شک نبود. ما عضو تیم رئیس جمهور بودم و دو سالها با افتخار بر کشور خود خدمت کردیم. تمام آرزو و تلاش ما ای بود که در هر اداره‌ای که ما مسئولیت داشتم
به تعهدات دولت در رابطه با زندگی مردم و بهبود زندگی مردم پابند باقی بمانم. طبعا در اکثر ادارات هم موفقیت‌هایی داشتیم و هم در بعضی جاها کوتاهی‌هایی داشتیم. او مسئله به هیچ وجه ربط با حوادثی که در سالهای اخیر رخ داد نداشت. در سالهای اخیر تفاوت نظر جدی در بین رهبران عمدی دولت به میان آمد، من جمله وزرای کابینه کشور، و من متاسفانه یکی از اونایی بودم که نظریات متفاوت داشت. مشخص اختلاف دیدگاه شما با رئیس جمهور در چی چیز هست؟ تامین حاکمیت قانون، در این مورد اختلاف نظر داشتیم. مبارزه با فساد اختلاف نظر داشتیم. مذاکره به خاطر صلح و برنامه شفاف صلح اختلاف نظر داشتیم. روابط با جامعه جهانی اختلاف نظر داشتیم. بله، یعنی رئیس جمهور در رابطش با جامعه جهانی، در روند گفتگوهای صلح، در شفافیت کار حکومت، اینا تعهدش شما کمتر میبینید؟ به هیچ وجه یه دائمه نیست که تعهدشون کمتر بود. اونا از دیدگاه خود، طبعا شخص اول کشور بود و من به اونا پاسخگو بودم، از دیدگاه خود سیاست را مطرح کرده بود و او را دنبال میکرد و در اکثر مواردی که ما موافق نمی بودیم خدمتشون با وضاحت کامل عدم رضایت خود اظهار میکردیم. بله، و تشخیص شما است که امی یک سیاست سالم و درست نبوده آنچه که رئیس جمهور بهش کار میکرد یا فکر میکرد؟ ببینین، تنها نباید رئیس جمهور مسئول تمام از این مشکلات دانست. این درست است که رئیس جمهور شخص اول است و مسئولیت بیشتر از هر کس دیگه داره، ولی هر یکی با اومده این روند مسئول بودیم، مسئولیت های خود داشتیم. در جایی که با رئیس جمهور موافق نبودیم، اظهار نظر صورت گرفته و به دنبال زو که فهمیدیم که نمیتونیم اثر داشته باشیم در تغییر جهت پالیسی، بناهن تصمیم از ایره که استعفا بتون ماها قبل گرفته شده بود. درست. آقای اتمر، شما یک جا با آقای امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، از کارتان کنار رفتین. یک حرف های هم مطرح بود که شاید شما یک جا کار کنین، بحث در یک تشکل، چه در چارچوب یک حزب باشه و یا چه هم در یک شکلی دیگه. چی شد که شما دوتا با هم یک جا نیستین حالا؟ ما با هم یک جا هستیم در سطح استراتژیک ملی و در سطح سیاسی کشور. مطلقا دارای افکار مشترک، آرزوهای مشترک و ارزش‌های مشترک هستیم. در اون سطح با هم همکاری داریم. در سطح سازماندهی، در سطح اداری و در سطح تنظیم نهاد طبعا در روش‌های متفاوتی وجود داره، ولی این به هیچ وجه معنای زیره نداره که ما با هم در مخالفت هستیم. به هیچ وجه نه. هر افغانی که دارای عین ارزش‌ها، دید و ارزوها بر ملت باشه که ما هستیم، اونا متحد استراتژیک ماست. بله، یعنی دیدگاه مشترکی با هم داریم مطلقا. بله. آقای اتمر، با شما یک اتهام میزنن که شما بیشتر یک اپوزیسیون یا یک حزب هستین که نزدیک دیدگاهتان نزدیکی داره با دیدگاه های حکومت رئیس جمهور کرزی و حتی گفته میشه در برخی موارد شاید بیشتر شما کار میکنین به خاطر نزدیکی با این تیم. این قضاوت ها را چقدر درست میدانید؟ حقیقت در این مسئله وجود نداره. حقیقت امری است که از لحاظ سیاسی ما با هر او چیزی را که حکومت انجام میده مخالف نیستم. یک قسمت زیاد از اعضای حکومت همکارای من بودن، سالها با هم یک جا کار کردیم، به شمول جناب رئیس جمهور. کارهای بسیار خوبی را برای ملت انجام دادن، در این جای هیچ شک نیست، ولی سیاست های هم وجود داره که به هیچ وجه اعتماد مرا نداشت. سیاست نبود که من به او باور داشته باشم که به نفع ملت باشه. بنابراین موقفی را که ما اختیار کردیم، خوب خوب میگیم، بد بد میگیم. در او جایی که حکومت برحق است، او جا ما
حمایت کردیم و صدای سیاسی خود خب به حمایت ما چقدر مطرح است یا نیست، ولی حداقل اظهار نظر کردیم که در اینجا حکومت حق به جانب است. در جایی که حق به جانب نبوده هم صدای خود بلند کردیم. به گونه مثال در رابطه با مسئله تلفات ملکی، مورد عملیات شبانه، حاکمیت عدلی کشور و انتقال زندان ها، در اینجا حکومت حق به جانب بود و ما از موقفشان حمایت کردیم. در جایی که حکومت حق به جانب نبود و پالیسی را که از دید ما نادرست بود دنبال میکرد، در اونجا ما مخالفت خود هم اظهار کردیم. مثلا حکومت در مورد تعهداتش در قبال مبارزه با فساد اداری، تعهداتش در رابطه با اصلاحات در نظام انتخابات حق به جانب نبوده، این تعهدات خود انجام نداده، بنان این را انتقاد کردیم. به اون لحاظ ما همیشه موقف را اتخاذ کردیم که ما دشمنی با کسی نداریم، مخصوصا با اونایی نداریم که همکارای ما بودن، یک جای با هم کار کردیم. نقطه نظریات یکی دیگه خودم میفهمیم، ما دشمنی ما یا مخالفت ما با پالیسی های نادرست است، پالیسی که به نفع ملت نیست. اگر این پالیسی به وسیله حکومت و یا نیروی دیگه سیاسی در کشور دنبال شود، تمام از اون ما انتقاد میکنیم. فلهازا این مسئله که چرا از یک سر ما با حکومت مخالفت نداریم بجا نیست، برزی که ما حزب حق و عدالت هستیم، حق حق میگیم، ناحق ناحق. آقای اتمار، چه وقتی احساس کردین که دیگه کار برتون با اداره رئیس جمهور کرزی ناممکن هست؟ مخصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه رسیدم که وقت از این رسیده که از حکومت رخصت بگیرم. بله، انگیزش چی بود؟ آیا علتش امو ناعدالتی ها یا برخی مشکلاتی که برمیگرده به روند انتخابات یا چیزهای دیگه بود؟ در مجموع در رابطه با سیاست های کلان ملت، مثل که من خدمتتان عرض کردم، تفاوت نظر داشتیم. کار شریفانه ای بود در صورت که تفاوت نظر وجود داشته باشه و رای حل بر از اون نبینی، مطابق قانون باید استعفا کنی و چنین هم کرده. رای حل من نمی دیدم بر تفاوت های نظر که در مورد چند مسئله که بیشتر خدمتتان عرض کردم. خب، حقیقت ای است که تا یک قسمت از این موضوعات می تانیم بگوییم که کی حق به جانب بود. آیا او سیاست را که حکومت در او زمان رهبری حکومت دنبال میکرد و یا سیاست را که ما پیشنهاد میکردیم؟ ولی تمام تاریخ بالاخره قضاوت خود میکنه، میبینه که کدام سیاست نادرست بود. بله آقای اتمار، گفتم میشه که اگر رئیس جمهور پس از این حادثه که حمله بر لوی جرگه بود از شما خواستار استعفای شما نمیشد، که میگن شما را از شما رسما خواست که استعفا بدن، شاید شما با کارتون ادامه میدادید. حقیقت این نیست. من یقین دارم اگر گاهی از حداقل 15 نفر که در اون مجلس حضور داشتن در ریاست جمهوری، هر یک از او قادر به این باشه که حقیقت بگویه، حقیقت به این ترتیب بود. بعد از این که توضیحات ارائه کردم، من جناب وزیر صاحب دفاع و هم جناب امرالله صالح رئیس جمهور گفت که من قانع نیست. طبعا استدلال دو طرفه بود، باز هم اونا گفتن مقاله نیست و در اون زمان من تصمیم گرفتم، چون از قبل استعفایم در جیب نوشته شدگی بود، بنان استعفای خود از جیب کشیدم و سرمیز احترامانه ماندم و گفتم رئیس جمهور، چون شما قانع نیستین و من با این طرز قضاوت موافق نیستم، بنان استعفا میدم. و اونا هم بار اول خاموش ماندن، بار دوم که من تاکید کردم گفتن که استعفای شما رو میپذیرم. اگر احیانا من تصمیم به این نمی داشتم که استعفا بدم، بدون یک استعفای نوشته شدگی در جیبم نمی بود. از من هیچ وقت خواسته نشد که استعفا بدم. رئیس جمهور در اونجا
دیدی زیده داشت که باید خانه ساخته شود. ولی ما اضافه از این امکان نداشتیم تمورد قضاوت تلاش بکنیم که برطرف شود که قضاوت از قبل شده بود. بله، چه چیزی رئیس جمهور برای واداشته بود که فکر بکنه که شاید خارجی ها هم در این حمله دست دارند در سازماندهی حمله از نظر شما؟ رئیس جمهور از سالها به این طرف است که به این فکر هست که در حادثه افغانستان خارجی هایی که ظاهراً متحد افغانستان هستند به نحو دخیل هستند که شفافیت کامل وجود نداره و شاید هم اونا در تخریب زیروند کار میکنند. ما در سالهایی که در خدمت مردم بودم و در حکومت هیچ نوع شواهد و مدارکی را ندیدم که دوستان بین المللی ما بر تخریب زیروند کار بکنند. چی در وزارت انکشاف دهات و یا معارف و یا هم داخل ما هیچ نوع شواهد و مدارکی را که ثابت بسازه که متحدین غربی ما برخلاف ما عمل میکنند. طبعا موارد وجود داشت که ما با متحدین غربی خود تفاوت نظر داشتیم، اختلافات داشتیم، روزهای بسیار سخت داره. من شخصا در وزارت داخله داشتم وقتی که تفاوت نظر داشتیم و در زمانی که ما باید من حیث یک وزیر یک حکومت مستقل عمل می کردم طبعا با مشکلات روبرو می شدیم. اما این مشکلات مربوط به برنامه و اداره بود تا سیاست نادرست و نامعقول بر ضد وطن ما. بنان من هیچ شواهد و مدارک نداشتم که روی این مسئله اعتقاد پیدا بکنم که متحدین ما علیه ما کار می کنن. طبعا یکی از موارد بود که ما اختلاف نظر در حکومت داشتیم. آقای اتمر، شما فکر میکنین که به این دیدگاه ها رئیس جمهور خودش رسیده بود یا کسانی محرکانی در پشت پرده هم میبینین که رئیس جمهور را به می طرف یا به می دیدگاه ها سوق میدادن؟ در یه جای شک نیست که ما در حکومت خود گروه هایی را داشتیم که بعضا منافع ملی ما را دنبال نمیکرد، منافع ملی دیگر را دنبال می‌کرد. گروه های در داخل حکومت؟ در داخل حکومت در هیچ شکی وجود نداشت. طبعا اینا سلسله تبلیغاتی خود داشتن در داخل نظام تا نظریات رهبری دولت تغییر بدن، ولی در عین زمان افغان های وطن پرست هم داشتیم که تفاوت نظر داشتن. کل ما به یک دید نبودیم، طبعا تفاوت نظر بود. هر کس تلاش داشت تا نظر خود به رئیس جمهور و معاونین محترمش و در کابینه انتقال بده. بنان این یک روند عادی، یک روند نرمال در هر حکومت بوده میتونه. در آخرین تحلیل قضاوت داره که یک شخص انجام میده مسئولیت خودش است، نه مسئولیت معلوماتی که برش رسیده. بنان هر قضاوت داره که در رابطه با نظام ما و آینده ما چی به وسیله یک وزیر و یا به وسیله جناب رئیس جمهور صورت بگیره، این مسئولیت خودشان. آقای اتمر، یک مسئله دیگه که به مدیریت شما برمیگرده، یک انتقادی که از کار شما میشد، میگن شما به هر اداره‌ای که رفتین، چه دور اولتان که وزیر بودین، در وزارت توسعه روستاها اونجا کار کردین و چه دور دومتون که با وزارت امور داخله همکاری کردین، میگن شما ظرفیت های درون را در درون خود از وزارت ها را سرش بیشتر وقت تمرکز داشتین، میخواستین از بیرون افرادی را که با شما بودن و یک حلقی که شما بیشتر به او شاید اعتماد میکردین اونا را وارد میساختین، با وسیله از اونا میخواستین کار بیشتر بکنین. بیاین که منصفانه قضاوت کنیم. وزارت انکشاف دهات تقریبا من امروشان 4 سال بود، ولی تا امروز یک وزارت کامیاب است در کشور ما. تا امروز بزرگترین بودجه دولت افغانستان با وسیله بودجه انکشافی به وسیله وزارت انکشاف دهات در کشور عملی میشه. چرا؟ اگر قرار ایمی بود
که تنها ظرفیت های بیرونی را ما روش تکیه میکدیم، نه ظرفیت های داخلی. بینن وزارت اکشاف داد باید حسب میپوشید، حقیقت مسئله چونین نیست. با مترتیب وزارت معارف طبعا در روج وقت به مراتب کمتر از انکشاف دهات بود و در داخل کمتر از اون. حقیقت امری است که وزیر من حیث پالیسی ساز و مدیر کل در یک اداره باید تحلیل درست از منابع بشری خود داشته باشد. در شرافت و در صداقت همکاران ادارات دولتی ما هیچ شک نبود. ولی که سالها در رشد ظرفیت از اینا سرمایه گذاری نشده بود، بناهن من مجبور شدم دو تصمیم اتخاذ کنم. تصمیم اولی که در ظرفیت اداری دولتی خود سرمایه گذاری کنیم، ولی در عین زمان ملت نمیتونستم منتظر بسازم که تو باش که تا ظرفیت اداریم ساخته شد و با زوم خدمت میکنم به شما. ظرفیت ادارات سالها رو میگیره. بناهن دو راه را در عین زمان باید تعقیب میکردیم. از یک طرف سرمایه گذاری در ظرفیت ادارات ما، طرف دیگر تکیه بر کارمندای متخصصی که در چارچوب اداری ملکی نبودن ولی من حیث مشاور استخدام شده بودن تا اونا بتونن کار انجام بدن و این نتیجه درست داد. طبعا تفاوت معاشات بود و معمولا در اون مورد انتقاد بجای بود. متاسفانه رای دیگه نداشتیم، مجبور به این بودیم برای به دست آوردن اهداف کلیدی که بر عرصه خدمات به مردم بود، تمام وسایل و امکانات مشروع و منابع بشری را با هم بسیج بسازیم و به او اهداف برسیم. بله آقای اتمر، مسئله دیگه که در حکومت گاهی برش اشاره میشه و رجوع کرده هم برش بارها اشاره کرده، شماری از اعضای حکومت هستن یا کابینه هستن در کشور هم یک سردرگمی وجود داره. برخی هم میگن که شماری از اعضای کابینه افغانستان شهروند کشورهای خارجی هستن. در این جمله به شما هم گفته میشه که شما شهروند بریتانیا هستین. حال وقتی سوالی که در پیش مردم است، اگر یک وزیر کابینه افغانستان شهروند انگلیس هست یا از یک کشور دیگه هست، تعهد بیشتر آیا به افغانستان وجود داره یا به کشوری که تا هنوزم پاسپورتش با خود داره؟ در رابطه شما چی گفتنی دارید؟ اولی کار سخت نیست برای شما مطبوعات محترم و رسانه ها تا ثابت بسازین که آیا یک وزیر شهروند یک کشور دیگه است یا نیست. جا به زودی معلومات حاصل میکنین. من هیچگاهی در زندگی خود به جز از این که افتخار شهروندی و تابعیت افغانستان داشتیم، مجبور به این نبودیم که تابعیت کشور دیگه رو بگیرم. این خدا نخواسته به هیچ وجه معنای زیره نداره که او افغانای ما که مجبور شدن و تابعیت کشورهای دیگه رو بگیرن اونا کار نادرست کردن. برعکس، مهاجرت ما یک مجبوریت بود و این کاملا مشروع بود برای زونا، بر زندگی خودشان و اولادشان، و فعلا اونا در تعهدشان در مورد افغانستان من هیچ نوع کوتاهی نمیبینم. هر افغانی که در او کشورا زندگی میکنه قلبش هم مقدر برای افغانستان میتپه مثل که از ما میتپه. ولی خودم شخصا نخواستم، شرایطم مساعد نبود در اون زمان که من مجبوریت زیر احساس بکنم که برم تابعیت کشور دیگه را پیدا بکنم. بر صورت این را در کابینه، در اسناد دولتی و به شورای محترم ملی اظهار کردیم و در این اظهارات خود مسئول خود بودم اگر خدا نخواسته غلط برایم. آقای اتمر، آخرین پرسش ما هست. سال 2014 در آغاز هم به شما گفتم نگرانی هایی که پیش مردم وجود داره، حتی از سقوط نظام حرف زده میشه، از آمدن طالبا دوباره بر سر قدرت حرف زده میشه و از این که حتی در مورد هم برای آغاز یک جنگ داخلی در افغانستان صحبت میشه، شما نگرانی بیشترتان از کدام میشه است؟ مثل که در آغاز عرض کردم، نگرانی جدی در مورد جنگ نیابتی در کشور ما وجود دارد. اگر خدا نخواسته روند فعلی ناکام شود،
ناکامی رو ما در چی میبینیم؟ که قوای مسلح کشور ما نتانه از کشور ما دفاع کنه. دو، رهبری سیاسی کشور ما نسبت به منافع ملی ما، منافع گروه ها و منافع کشورهای دیگر ترجیح بدن. سوم، رقابت های داخلی ما به درجه برسه که در کشتی که همه ما نشستیم و نسل های بعدی ما قرار است باشه، او را خدا نخواسته بشکنانیم به خاطر رقابت های داخلی. و اگر خدا نخواسته سیاست نادرست دنبال بکنیم، متحدین صادق بین المللی خود از دست بتیم و در امر صلح صادق نباشیم و ناکام بانیم، جنگ نیابتی در این کشور رخ میده. متاسفانه مسئولیت رهبرای سیاسی افغانستان، تنها و تنها هدف ما رهبرای دولت افغانستان نیست، بلکه تمام رهبرای سیاسی افغانستان ای است که شاید ملت ما با یکی از مهمترین مراحل تاریخ زندگی خود روبرو شده باشه. در این مرحله نباید ملت خود مایوس بسازیم. با صداقت و با تدبیر پالیسی‌هایی را باید دنبال بکنیم که منفعت بزرگ ملی ما تامین شود، نه منفعت کوچک سیاسی و گروهی ما. آقای اتمر، جهان سپاس از وقتتان. سلامت باشید. می‌روم. تشکر.